تغییر چهره شوکه کننده بانو نوشافرین، خواننده و بازیگر پرآوازه ایرانی، در ادامه با ما همراه باشید. اخیراً خانم نوشافرین مصاحبه‌ای داشتند با یکی از کانال‌های یوتیوبی که تغییر چهره عجیبی در اون مصاحبه داشتند که باعث تعجب کاربران فضای مجازی شده بود و باعث شده بود حدس و گمان‌های مختلفی در مورد این تغییر چهره بشه. خواننده‌ای که همه ما ایشون رو با نام نوشافرین می‌شناسیم، نام اصلیش فاطمه عبدی گلنگشیه. ایشون متولد 1335 در تهران هستند. زمانی که 5 سال بیشتر نداشت، پدر و مادرش از هم جدا شدند. 4 خواهر و 2 برادر تنی و ناتنی داره که حاصل ازدواج مجدد پدرش هستند. ایشون در مدرسه ترانه میخوند و از زمان بچگی مخصوصا با تشویق‌های پدرش همراه بود، چون ایشون هم صدای خوبی داشته و عاشق خوانندگی و بازیگری بوده. پدرش همیشه اون رو تشویق میکرد که در مراسم‌ها و محافل خانوادگی بخونه، هرچند که سرنوشت برای فاطمه برنامه‌های دیگه‌ای داشت. توی سال 51 وقتی 16 سالش بود، همزمان با تحصیلش در دبیرستان کیوان واقع در خیابان مرتضوی تهران، مشغول به کار پاره وقت در یک شرکت هم بود که موقع برگشت به خونه یک آگهی جذب بازیگر رو پیدا کرد و راه زندگیش کلن عوض شد. اون به دفتر سینمایی که آدرس و شماره تلفنش روی اون ذکر شده بود رفت و با رضا میرلوهی کارگردان دیدن کرد. قبل از ادامه خواستم بگم اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال بکنید تا زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. در بین تعداد زیاد دختران جوان و نوجوان متقاضی به دلیل شباهت ظاهری نوشافرین با آفرین که همون خانم آفرین اویسی بود که در اون زمان تازه ازدواج کرده بود و دست از هنرپیشگی کشید بود، مورد توجه فیلمبردار قرار گرفت. اون با رضا میرلوهی صحبت کرد و این دختر نوجوان قبول شد. توی همون سن به کمک فریدون خوشنود با ترانه قبله که برای اولین بار توی برنامه میخک نقره‌ای فریدون فرخزاد پخش شد، خوانندگی رو هم شروع کرد. اون در مصاحبه اعلام کرد این ترانه به خاطر حفظ کیفیت توی خوانندگیش 4 بار توسط شورای موسیقی رادیو و تلویزیون ملی رد شده. بعد از مدتی به وسیله یدالله شیراندامی، هنرپیشه معروف اون زمان که از دوستان قدیمی پدرش بود، برای بازی در فیلم قصه ماهان معرفی شد. اون تجربه گویندگی در برنامه شما و رادیو رو هم به همراه مرحوم فرخزاد داشت. شروع فعالیت‌های هنری نوشافرین با توجه به معیارهای اون زمان جامعه سینمایی و هنری ایران بود که بعداً براش دردسرساز شد. بیشتر چهره‌های جدید سینمایی توی فیلم‌ها نقش‌های برهنه و نیمه عریان بازی می‌کردند. اون هم از این قاعده مستثنا نبود. نوشافرین با یک مدیر تهیه به نام مظاهری قرارداد بازی توی 5 تا فیلم رو امضا کرد که در همه اونها علاوه بر اینکه نقش اول زن بود، در قسمتی از قرارداد هم در مورد برهنه شدن اون نوشته شده بود و صحنه‌های سکسی جزء مفاد قرارداد بود. نوشافرین هم برای ادامه راهش و برای ستاره شدن تن به این قراردادها میداد. فیلم اول قصه ماهان که به کارگردانی جواد طاهری بود، با مایه‌های عرفانی در مورد تناسخ بود و صحنه‌های عشق بازی و برهنه اون جنجال‌های زیادی به پا کرد. این فیلم در دسته‌بندی معمول تجاری اون زمان قرار نمی‌گرفت و فیلم بسیار تاثیرگذار و عمیقی بود. دومین فیلم اون دشمن نام داشت که در رده فیلم‌های تجاری خوش ساخت بود. خسرو پرویزی کارگردان این فیلم بود، اما سکانسی از فیلم قصه ماهان بعدها برای نوشافرین ماجراساز شد. توی سکانسی که داخل حمام ضبط شده بود، آقای صابری مشغول دیدن
و فیلمبرداری از نوشافرین از سقف شیشه‌ای بالای حمام بود، در صورتی که نوشافرین کاملاً برهنه روی زمین حمام نشسته بود. عکاس اون فیلم اصغر بیچاره ناگهان در حموم رو باز کرد و اومد تو بدون اجازه از نوشافرین عکس گرفت. نوشافرین که 16 سالش بیشتر نبود و تجربه ای نداشت، فکر میکرد که جزء روند طبیعی فیلمه. اما چند سال بعد که به یک بازیگر و خواننده بسیار معروف تبدیل شده بود، فهمید که عکس‌های کاملاً برهنه اون داره بین مردم دست به دست میشه و مردم پول زیادی برای چاپ و خرید اون خرج می‌کنن. در اون سال‌ها اون با یکی از همکاران خودش یعنی آقای سعید راد آشنا شده بود و خیلی زود هم با هم ازدواج کردند. خودش در مصاحبه‌ای در مورد ازدواجش گفته وقتی که 18 سالم بود توسط یکی از دوستانم سر صحنه فیلمی رفتیم و اونجا با سعید راد آشنا شدم. اون فیلمی هم که سعید راد مشغول بازیش بود فیلم قاصدک بود. بعد از اون توی 4 تا فیلم با هم بودیم. در سن 21 سالگی با هم ازدواج کردیم. اوایل خیلی زندگی خوب و عاشقانه ای داشتیم. اما یواش یواش رفتارهای سعید عوض شد. شکاک بود و سختگیری‌هاش هر روز بیشتر می‌شد. ولی من چون دوستش داشتم تا مدتی تحمل کردم. بعد از چند سال دیگه صبر و تحملم تموم شده بود و جنگ اعصاب و اختلافات بینمون زیاد و زیادتر شد. بهانه‌هاش هر روز بیشتر میشد. تصمیم داشتم ازش طلاق بگیرم که انقلاب شد. بعد از انقلاب همه چیز سخت شد. ما هم که ممنوع کار شدیم و خونه نشین. جدا شدنمون به تعویق افتاد چون اون زمان یعنی اوایل انقلاب اصلا زنها به راحتی امروز نمیتونستن از شوهرشون جدا بشن و شرایط برای مخصوصا زنها خیلی سخت بود و من چون نمیتونستم ازش جدا بشم یه روز یواشکی چمدونمو جمع کردم و به کشور هند رفتم. شاید اگر همون زمان ازش جدا شده بودم هیچ وقت مجبور نبودم از ایران برم. مدتی در هند زندگی کردم و بعدها سعید و بچه‌هاش هم به من ملحق شدن. تصمیم گرفتیم دوباره به همدیگه فرصت بدیم. مدتی اونجا زندگی کردیم، بعد هم با هم رفتیم آمریکا. بعد از 17 سال زندگی زناشویی اونجا از هم جدا شدیم. سعید هم چند سال بعد با بچه‌هاش به ایران برگشت و به ادامه کارش مشغول شد. راستی تا یادم نرفته بگم اگر هنوز عضو کانال ما نشدی حتما دکمه سابسکرایب رو بزنی و زنگوله رو فعال بکنی. اگر تا اینجا از ویدیو خوشت اومده ممنون میشم که اون رو لایک بکنی. خانم نوشافرین چندین بار هم در مصاحبه‌های مختلف در مورد عشق و ازدواج مجدد گفته از تکرار تجربه‌های تلخ میترسم، دیگه هیچ وقت به ازدواج فکر نکردم. ایشون در ادامه هم گفت من هیچ وقت بچه دار هم نشدم، اما کمبود فرزند رو هم حس نکردم. بچه های سعید خیلی کوچیک بودن که من بزرگشون کردم. علاوه بر اون بچه های خواهر و برادرهام هم همیشه پیش من بودن که به شدت بهشون وابستم. وقتی که در مورد آینده فکر میکنم هیچ وقت این مسئله که بچه ندارم توی ذهنم نمیاد. ما هنرمندا همیشه مشکل مالی داریم. دوست داشتم همیشه برای خودم بیزینس مطمئن داشته باشم تا در زمان پیری و زمانی که دیگه گوشه خونه افتادم فکر پول نباشم. اما حالا چهره جدید خانم نوشافرین در مصاحبه اخیرش بسیاری از طرفدارانش رو هم نگران کرده. بسیاری از کاربران فضای مجازی حرف‌های جنجالی زدن در مورد بیماری‌های مختلف و حتی تزریق کورتون و خیلی ها هم در مورد این گفتن که این خانم بازیگر فقط خواسته جوانتر به نظر برسه و مقداری ژل و بوتاکس به صورتش تزریق کرده و اتفاق خاصی نیفتاده و همونطور که میبینید خیلی هم سرحاله. با آرزوی سلامتی برای این خواننده و هنرپیشه قدیمی. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما شدید از پایین همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر باخبر بشید.